دوستان عزیز سلام، یادی محمدی هستم. اینجا پلازای ایرانیان در شهر تورنتو هستش. امروز سومین روز تحصن و چادر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستش. سویلا دالوند و مسئول این کمیته در کانادا رو میبینیم که پیگیر همه در این سه روز با بلند کردن عکس های زندانیان سیاسی و همبستگی با زندانیان سیاسی و علیه جمهوری اسلامی در اینجا توجه جدد زیادی رو به این چادر و این تحصن جلب کرده. اینجا عکس های زیادی از زندانیان سیاسی، زندانیان محکوم به اعدام، معلمان زندانی و همه یک کسانی که اسیر دست حکومت جلادان اسلامی. سویلا دالوند سلام، خسته نباشید. بازم اگه بشه یه توضیحی بدی که در این سه روز، سومین روز تحصن و چادر در محل پلازا ایرانیان هستش، توضیح بدی که در این سه روز چیکار کردید و تا کی هستید و آخرین فراخوانتون چیه؟ سلام کنم به شما، مرسی. امروز سومین روز حمایت از زندانیان سیاسی هستش و همونجور که قبلا هم توضیح دادیم الان خصوص حمایت از زندانیان محروم از درمان. بنابراین ما امروز همونجور که گفتیم که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شهر تورنتو سه روز تحصن رو اعلام کرد به حمایت از زندانیان سیاسی، به حمایت از خانواده‌هاشون، به حمایت از مردم معترض که در حال حاضر در خیابان‌ها برای آزادی، برای معیشت، برای منزلت دارن مبارزه میکنن و در کف خیابان‌ها هستن. بنابراین ما اینجا هستیم تا همصدا با اونا، همگام با اونا بگیم ما صدای شما هستیم. در هر کجای دنیا که هستیم صداتون رو منعکس میکنیم. شما تنها نیستیم، با همراه شما هستیم. روز سوم و روز آخره در از تحصن ما، ولی امیدواریم با این تحصن ها، با این اعتراضاتی که ما داریم، با فرستادن نامه هایی که به نمایندگان پارلمان میفرستیم، به اتحادیه‌های کارگری یا معلمین میفرستیم، بتونن فشار بیارم بیتونی بیستم و زندانیان سیاسی رو آزاد کنم. مرسی، خسته نباشید. سویلا دالوند عزیز، به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و به امید سرنگونی حکومت دزدان و قاتلان اسلامی. مرسی دوستان. بله، همچنین که اشاره کردم اینجا عکس های زیادی از زندانیان سیاسی هستش، شعارهایی در علیه حکومت اسلامی و عکس جلادان جنایتکاری چون خامنه ای و رئیسی و کلمه وانتد، یعنی دنبالش هستن و امیدوارم روزی برسه این جنایتکاران جواب جنایت 43 ساله خودشون رو پس بدن و شاهد همه اسیران دست این جنایتکار باشیم. یعنی محمودی، تورنتو.